درود بر شما دوستان و همراهان در خدمت شما این با یکی دیگر از درس های انگلیسی مستاب خوردن و در این درس میخواییم در خصوص اصطلاح ها و عبارت هایی که برای گفتن صبر کن در انگلیسی کاربرد دارند صحبت بکنیم و اونها رو با هم مرور کنیم و تمرین کنیم و خوب یاد بگیریم دوستان در نظر داشته باشید که تکرار سه باره عبارت ها و اصطلاحات که یک بار به صورت شمرده شمرده و کلمه به کلمه یک بار با سرعت کند و یک بار با سرعت نرمال صورت میگیره برای این است که شما فرصت یادگیری، فرصت تمرین و فرصت رونویسی و البته بیان عبارت ها با صدای رسا داشته باشید و بتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید هنگام بیان و بتونید اونها رو با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید بهبود و پیشرفت خوبی در مسیر یادگیریتون داشته باشید پس شما هم فراموش نکنید که حتما این تکنیک ها رو رایت بکنید و طبق برنامه و طبق تکنیک پیش برید تا باعث رشد بسیار چشمگیری در یادگیریتون بشید بسیار خوب دوستان بپردازیم به اصطلاح ها و عبارت های رایج برای گفتن صبر کن در انگلیسی Hang on a moment. Hang on a moment. یعنی لحظه. هنگان یعنی صبر کردن. Hang on یعنی یک لحظه صبر کن. هنگان on a moment. Hang on a moment. Hang آن ا هنگان مو هنگان همونطور که گفتیم یعنی صبر کردن ا مو مخفف مومنت که بسیار کاربردی هم هست و بسیار رایج شده به جای مومنت گفته میشه مو هنگان مو هنگان هنگ on a second hang on a second hang on یعنی صبر کن a second یعنی یک ثانیه hang on a second یعنی یک ثانیه صبر کن hang on a second hang on a second wait a minute Wait a minute. Minute یعنی دقیقه. A minute یعنی یک دقیقه. Wait یعنی منتظر شدن و در اینجا در حالت امری به کار رفته و wait a minute یعنی یک دقیقه صبر کن. Wait a minute. Wait a minute. Wait a second. Wait a second. A second همونطور که گفتیم یعنی یک ثانیه wait یعنی منتظر شدن wait a second در حالت امری یعنی یک ثانیه صبر کن wait a second wait a second give us a second Give us a second. A second یعنی یک ثانیه. Us یعنی ما را یا به ما. Give us. Give یعنی دادن. Give us یعنی به ما بدهید. A second یک ثانیه. که در واقع میشه گفت یک ثانیه مهلت بدید. یک ثانیه تحمل کنید. Give us a second. Give us a second. half a moment half a moment moment یعنی لحظه half یعنی نصف half a moment یعنی نصف یک لحظه که در واقع مفهومش میشه کمی صبر کنید نصف یک لحظه صبر کنید half a moment half a moment هف ا مو هف ا مو هف همونطور که گفتیم یعنی نصف یا نیمه ا مو مخفف ا مومنت یعنی یک لحظه هف ا مو یعنی نصف یک لحظه در حالت مختصر و کوتاه شده هف ا مو هف bear with me bear with me می یعنی مرا یا به من with یعنی با بر یعنی تحمل کردن ساختن bear with me یعنی کمی مرا تاپ بیاورید کمی تحمل کنید کمی همراه با من باشید bear with me bear with me Let me think about it. Let me think about it. About یعنی در مورد تلفظش رو دقت بکنید about یا about نگفتم about about think یعنی فکر کردن let me یعنی به من اجازه بده let me think یعنی اجازه بده فکر کنم about it یعنی در مورد اون موضوعی که داری صحبت میکنی و در موردش داری به من میگی Let me think about it یعنی اجازه بده در موردش فکر کنم Let me think about it Let me think about it No need to hurry No need to hurry. هاری یعنی عجله داشتن نید یعنی نیاز بودن یا نیاز داشتن نو no نید یعنی نیازی نیست to هاری به عجله کردن نو نید تو هاری یعنی نیازی به عجله نیست نو نید تو هاری نو نید تو هاری I will be right With you. I will be right with you. With you یعنی to. I will be right یعنی در خدمت شما خواهم بود. I will be right with you یعنی an در خدمت شما خواهم بود. الان سری میان خدمتتون I will be right with you. I will be right with you. Sorry, I am a bit tied up right now. Sorry, I'm a bit tied up right now. Right now, یعنی دقیقا همین الان. Tied up, یعنی دست بسته بودن, درگیر کاری بودن. A bit, یعنی یک کمی خیلی کم. Sorry, یعنی متاسفم. Sorry, I'm a bit tied up. یعنی ببخشید من دست و بالم بسته است right now همین الان sorry i'm a bit tied up right now یعنی متاسفم الان کمی دستم بسته است درگیر کاری هستم دوستان در مورد تلفظ sorry هم دقت بفرمایید sorry یا هر چیز دیگری نیست sorry 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 i'm a bit tied up right now sorry i'm a bit tied up right now wait and see wait and see see یعنی دیدن wait یعنی منتظر شدن wait and see یعنی منتظر باشو ببین wait and see wait and see you will just have to be patient you will just have to be patient patient دو تا معنی داره یه معنی بیمار داره یه معنی صبور be patient یعنی صبور باش you have to یعنی تو باید you will just یعنی تو فقط لازم خواهی داشت که have to باید be patient صبور باشی you will just have to be patient یعنی فقط لازمه که صبور باشی you will just have to be patient You will just have to be patient. Give me a chance. Give me a chance. Give me یعنی به من بده. Chance یعنی شانس یا فرصت. Give me a chance یعنی به من یک فرصت یا یک شانس بدهید. Give me a chance. Give me a chance. Do not be so impatient. Don't be so impatient. Patient, همطور که گفتیم یعنی صبور. Impatient, یعنی ناشکیبا یا فردی که صبور نیست. Don't be, یعنی نباش. So, یعنی این چنین در اینجا. Don't be so impatient and Engrat Noshakibo Nabosh Engad Don't be so impatient. Don't be so impatient. We wish to apologize for the delay to wish یعنی ما آرزو داریم انتظار داریم خواست داریم to apologize که عذرخواهی بکنیم for برای به منظور the delay ای برای این اومده که یک تأخیری مثلا در پرواز اتفاق افتاده البته تو ایران خیلی رایج نیست برای تأخیر پرواز از کسی عذرخواهی بکنن ولی خب شما فرض بگیرید که خارج از ایران هستید یا در یک جامعه متمدن دارید زندگی میکنید در مورد تأخیر مثلا پرواز که شما میدونید کدوم دیلی و کدوم تأخیره که در موردش داره طرف صحبت میکنه میگه We wish to apologize for the delay to حالا اون چیزی که میخواد بگه We wish to apologize یعنی ما خواست داریم که از خواهی بکنیم For the delay برای تأخیری که به وجود اومده To برای اون اتفاقی که حالا میخواد در ادامه خدمت شما بگه We wish to apologize for the delay to We wish to for the delay to... بسیار خوب دوستان اصطلاح ها و عبارت های رایج برای گفتن صبر کن در انگلیسی رو با هم تمرین کردیم و با هم مرور کردیم فراموش نکنید حتما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین بکنید و حتما گام به گام و مو به مو طبق این تکنیک ها پیش برید تا تاثیر خوبی در یادگیری خودتون داشته باشید بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن را حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بینهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید